Салом бинандагони гиромӣ, ин навбат атрофи намоишномаи тахайлоти ҷанг ва сулҳи театри давлатии ҷумҳуриявии лухтаки шаҳри Душанбе бо ҳунарпешаи шинохтаи театр, ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Зебуни Сомуродова баҳратон маълумот медиҳем ва бо эшон атрофи нақши бадуштдоштааш суҳбат меороем. Салом. Салом алейкум. Рӯзу рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад. Бигзор ҳамеша ҳунаратон парвози баланд намояду бинанда баҳратон каф бикубад. Раҳмат. Намоишнома бо фоҷиа оғоз мегардад. Ғаму дард, ҳасрату ноумедӣ раду бадал аз ҷониби ҳунарпешаҳо бо касбияти баланд нишон дода мешавад ва тахайлоти бинандаро рангин месозад. Мусиқии ғамангез ҳолати пароккандагиву нокомиро ба ёд меорад. در دقیقه چهارم ملکه امیدها زنده میگردد و خنده و شادی تنین میاندازد و پرده ناامیدی و تاریکی برافکنده میگردد که این خوشحالی برای یک محیط سالم سازگار میآید. پشت پرده خنده شما به گوش میرسید و اون تا کجا صمیمیت خاصه داشت. چخیل که اول نمایش رو تماشا کردید غم و اندوه بود. برای همین بعدی جنگ، بعدی همین قدر ناکامی ها، بعدی غم و اندوهی که خلق گذرون، بعدی وای خنده فروزون می شود چون که دو جوان می خواهند که به یک دیگر خاندار شوند و چخیلی که دیدید اسفندیار دو لختک رو از خورجین می برارد و به دست هنرمند می دهد اول نشان می دهد که وای لختک است لیکن به دست هنرمندان می دهد لختک حتما جان می گیرد و آنها این لختک ها با لقای آدم با وجود می آید و اونها به یک دیگر عاشق می شوند دل می بندند. بله شما درست قید کردید بزم و طرب آغاز می گردد و مردم عشق دو جوان رو پای خاص می کند و اسفندیار غلاموف کوشش می کند که دو دل داده رو پیوندی هم سازد. کمی اطراف همین لحظه نمایشنامه نقل می کردید و بعد این دو جوان با یک دیگر عاشق می شوند. خنده جوانان بلند به گوش می رسد و مادر و پدر از این آگاه می شوند و می بینند که دختر خودشون با یک جوان ملاقات دارد و او رو جنگ میکنن که زود به خانه درو تو شرم نمیداری حالی شما نکاح ندارید آنها به خانه ما خوزگوری نامدند بعضی کسان شما رو میبینند و از کار شما آگاه میشوند یار 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 ابرو کرد و میماره یار 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 ابرو کرد و میماره آمد بری من یا کای کای وقتی سهر ترسنده زیکی زی خست خستمش کی پدر دادمش دو بویسه بر کجا بر لبی تر لب بود نه چی بود حقیق چون بود چون شکر شیمی لبای دادا جان بخونه درو دادا جون شیرین فرهاد لبای دادا کنی بخونه درام حاضر دادا شیرین اوکش لبای دادا جانش دخترت کنی شیرین لبای مادر جان تو در کجایی حاضر آمدم مادر جان فرهاد جان فرهاد آمدم شیرین لبای مادر جان بخونه درام فرهاد شیرین گفتم آمدم مادر جان فرهاد آمدم شیرین آمدم اوچش لبای دادا جانش کدی دخترت پرس آه حاضر شیرین خودش چی گفت مادر جان لبای فرهاد با من عاشق شده است شیرین یکی خواستگار میفرستد وای مرا دوست میدارم دوست میدارم تو چی؟ من هم دوست میدارم
بسیار دختران میترسن سری دلشون رو به مادر گویان و به خطاگی های زیاد دوچور میکردن. برای همین ما همین نمایش نامه رو نشون میدیم که جوانان ما به خطاگی ها دوچور نشوند. جنگ و جدالی که عاقبت چی دارد آنا در همین نمایش نشان داده می شود. اصلا در اکثر نمایشنامه های تئاتر لختک هنرپیشه ها از پشت پرده با لختک ها بازی می کنند، ولی شما در دقیقه 14 هم روی صحنه می آید و به بیننده واضح و روشن نشان می دهید که نقش کدام لختک به دوش شما هست. بله، این واقع بود، چون که دختر را الکای ما خانه دار کردیم، لیکن خاله باید کرته و رومالی عروس رو پوشوند و برای همین وای به پیش می براید، چون که در لختک اون رو نشون دادن خیلی دشوار است و خالش می خواهد که روی روز به تماشابین نشون دهد که عرف و عادت های مردمی ما چگونه است. صدقه ای دستت شوم کرتا پوشون، کرتا ای عروسی ما رو بپوشون. استاد خیلی استاد شوم رومال بندان، رومالی عروسی ما را ببندان. استاد صد قید است از شوام محسی پشان، محسی عروسی ما را بپشان. بسیار یک ابرازی عجایب است، بسیار یک تربیتگری خوب هستند و در همین نمایشنامه بسیار یک مادری حلیم و مهربان، غمخور، سالار هستند که بسیار برای من پسند آمد. راستی گپ اپای زیبا، راستی گپ در سنگ بسیار به همین سین سال نگاه نکرده از تحت دل بازی کرد. بازی اون همه تماشا بینان میدن، تصور نمیکردن که یک زنی که به این سین سال رشته است با یک درجه عالی همین نقش میافرد. و بسیار سفرها هست که ما همراه پای زیبا سفرهای هنری داشتیم و وقتی که پیش از نمایش پای زیبا قای صحبت میکردن که پای زیبا هم نمایش خیلی میگفت که من مونده که من بازی کردن نمیتونم، بعد در صحنه بازی میکرد از ما دیده بهتر بازی میکرد. بعد میگفتن چرا در صحنه مثال شما کسل نیستید؟ بعد میگم من حس نمیکردم در صحنه. وقتی که در صحنه احساسات داده میشوه تماشابین هنرمند همون کسلیش فراموش میشود. برای اپای زیبا من همچون هنرمند و در تئاتر همچون یک مؤلف هم هستم، اثر بیشتر می نویسم. وقتی که من یکم اثر را نوشتم، یکم برای روی صحنه آوردن، مخصوص نقش مادر برای اپای زیبا می نویسم. می دانم که علاقه اپای زیبا از عهده همین نقش برآمده می تواند و من همون همراه مثال هنرمند حاتم سلیم یک جای یک اثر را می نویسم. برای از بس که دراماتورکان درباره تئاتر نقطه کم می نویسند و ما خودمون بیشتر با کودکان سر و کار داریم، اثرهای بسیار می نویسیم و ما همین بیشتر نقش مادر برای اپای زیبا می نویسیم و به همین سین سال نگاه نکرده در مدت کوتاه از عهده همین نقش برآمده می تواند. با این نمایشنامه به کدام دولت ها سفر کرده اید و این نمایشنامه را چگونه قبول کردند؟ سال 1998 ما در ایتالیا در شهرک سان پورتلپیدیو برآمد کردیم. سال 1999 در پاکستان در شهر لاهور برآمد کردیم. سال 1994 در تهران برآمد کردیم با همین نمایشنامه. آخرین بار سال 2021 با توسط آنلاینی در شهر بلغاریا این نمایشنامه نشان داده شد و 5 جایزه بهترین رو تئاتر ما صاحب شد. وقتی که ما این نمایش رو روی صحنه آوردیم بسیار یک نمایش جالب بود. وقتی که هنرمند با احساسات بازی میکرد در همین خود نمایش و خودش یک حسیاتی پیدا میشید، در وای یک حسیاتی وطن دوستی، ملت دوستی پیدا میشید. و وقتی که من باری اول در این نمایش همچون هنرمند
نقش پدر شیرین پدر دختر رو فریدم و باور کنید خودم عشق از چشمانم میریخت و باور نداشتم که من از عهده نقش میبرم. حدید آمدن مادر با دو گهواره البته رمزی بود و شما کودک ها را اسپندود میکردید تا از چشم حسود و بخیل آری باشند. در هر یک نقشه که شما بازی میکنید البته پیراهن های خود را عوض میکنید. چگونه فرصت پیدا می نمایید که در چند نقش بازی میکنید؟ البته وقتی که یک لحظه ای که من در اون نمایش بند نبودم، من زود این کار همچنان تیز می شود که باید دیر نکنی، در صحنه خودت باید حاضر شوی. برای همین تیز تیز لباس های عوض می کردیم و می برومدم. هزار اسپنده دود کردم، هزار بلای دود کردم. چشمی میش، چشمی خیش، همسایه های گرد و پیش، هر انس و هر جنسی که باشد می‌سوزد در همین آتشی تیز. هزار اسپند، هزار دانه دودش به شیفت خانه. هزار اسپند دود کردم، هزار بلای دور کردم. چشمی میش، چشمی خیش، همسایه های شما به خبر می؟ ها ها چیگا؟ او امروز در خانه فرهاد و شیرین برد می سفتر و شانی حسن و حسین. کنی حسن و حسین؟ آنا هی مردم کنی مرحمت اما به سفتر و شان هنگه پرتید پرسنده کنید در این نمایشنامه چندین حالتهایی هست که باید چکون باشی، چست و چالاک و ایواز کردن سر و لباس، تغییر دادن سر و لباسی هنرمند، نقش، ابراز، همین های بچونی چراغ سری وقت اجرا میکنن و یک لحن شیرین و گوارای سخنوری خوبم دارن و دیگر نمایشنامه ها و دیگر نقشایی که در چندین نمایشنامه های تئاتر که بیشمار است در طول 37 سال فعالیتشان بازیدند خوب و خاطرمان هست و همیشه در نگاه تماشابین بهای بلند میگیرد و خوب پذیرفتند و در این جاده در این پیشه انتخاب کرده شون به کامیابی های هم رسیدند و قله های ایجادی نایل شدند که ما تمنای آن را داریم که همیشه همی خیلی چست و چالاک باشند، سر حرکت باشند، در صحنه باشند، همیشه شاد و پیروز باشند. خب ببینیم که با صدای شایسته مولا جانوه شما چگونه سرود می سراید، زیرا ما از همین سرود را شما در نمایشنامه استفاده کرده اید. بله، وقتی که کارگردان گفت که تو باید از طرفی گویا عروس باید برای او سرود خونی و کدام سرود با تو معقول است که بخونی، بعد من گفتم کدام سرود رو خونم، خیلی با تمکین باشد، آرام باشد. بعد همین سرود شایسته مولا جانوه با من بسیار معقول شد و وقتی که گوش کردم و گفتم که همین سرود رو با شما میخونم. هر آن نقشی که از طرفی کارگردان ها تهیه‌گرای تئاتر پیشنهاد می شود، زبونیسا مرادوه با سری بلند با یک دلگرمی به چون چراغ اجرا میکنن و از عهده‌اش خوب می براین. و از اون جمله در نمایشنامه که حاضر شما دیدید، تخیلات جنگ و صلح، بسیار یک قابلیت بلند قطی نقشای اجرا کردن و در این نمایشنامه دو سه نقش می بازن و حتی چندین سرودهای خلقیه که در این نمایشنامه جای داده شده است، اپای عزیز اون را سرایدگی هستند، می سرایند و آوازی خوب دارند، مهارت بلندی سخندانی و موسیقی دانی هم دارند، نوت خوب می دانند، وزن و قافیه شعر می فهمند
از صنعت عروض برخوردار هستند. موضوع همین نمایشنامه درباره اون است که چخیل دو اویله یک جایه می شوند، فرزند های یک دیگر رو با یک دیگر خاندار میکنند و پس از اون که آنها دو فرزند دوگانگی به دنیا می آید، بین آنها یک مناقشه پیدا می شود و در همین مناقشه آنها از هم دیگر، یعنی این نوجوان ها رو جدا میکنند. و در همین نمایشنامه اپی زبونیستو مرادو با یک چند نقش رو می آفرد، هم خاله داماد را، هم زنی که سرود می سراید. خیلی و خیلی گفتن در کار که آواز خیلی جالب دارند اپی زبونیستو، چون که آنها همین کسب آوازخوانی رو از خود کردگی، یعنی گذشتگی خواندگی همین کسب را. برای همین خیلی آوازی تازه مهین دارد و قریب در همه نمایشنامه های تئاتر که در آنجا اگر سرود لازم باشد، اپای زبونیستو سرود های همین قهرمان های نمایش ها را سرایده است. و این چنین در نمایشنامه، این چنین اپای زبونیستو باز نقش زنی که لباسی عروس رو میپوشاند و در آنجا نیست سرود میخواند. اومان نمایشنامه از اول تا آخر قریب که از سرودهای خلقی ملی تاجیکی عبارت است و همه همین سرودها رو هنرمندان زنده میآفرند و در همین نمایشنامه بسیار از سرودها رو اپای زبونیستو خیلی ماهرانه و با آوازی خیلی مهین و جالب میآفرند. البته این لحظه نمایشنامه همین گونه مرتب گشته بود و بهترش پرچه رو بهره شما پیشنهاد میکنه. این شبی بود که رنجیده نگارم بینندگان گرامی، بار دیگر یادآور میشویم که قهرمان ما هستند هنرپیشه شایسته تاجیکستان از تئاتر لختک زبونیستو مرادوف. خب کمی اطراف دقیقه 29 نمایشنامه نقل میکردید و میگفتید رد و برق و ناآرامی با چی انجام مییابد؟ بعد از آنی که حافظها برآمد کردند، یک جنگ بی‌معنی سر زد و این جنگ بی‌معنی به خونریزی آورده رسوند. گویو پدر رو از پسر جدا کردند، پدر پسر رو کشت، همسایه همسایه رو کشت. در هر یک خانه داد و فیغان، گریه بلند بود. انا همین خونریزی ها به چی آورده رسوندند؟ جدایی از فرزند پدر بود که منمون دو اکیزه که تولد شده بودند، یکیش رو پدر پسر گرفت و یکیش رو پدری دختر. مرحمت میدان از دلیر است، برای گوشتی میری کنید مان راندی حسین جانا همی پس میره حسین جانا در ها مرمایا حسین جان حالو گرگیر حالو انا میخلا از پچه از دمار بزنم اینا برای منظوره انا Yeah!
من خرسند از آن هستم که با همین خیلی هنرپیشه در همین نمایشنامه نقش میآفرم. گفتنی هم که خیلی جالب نقش خود رو اپای زبونیستان میآفرند و نه فقط در این نمایشنامه، در همه این نمایشنامه ها همچون پارتنر من با اون کس در چلی گفتم در چندین نمایشنامه بند هستیم. در تئاتر ما نمایشنامه ها با دو زبان صحنه گذاری میشوند، با زبان تاجیکی و روسی، و در بسیاری نمایشنامه هایی که با زبان روسی هستند اپای زبونیستان اشتراک میکنم و من نیز همراه اون کس اشتراک میکنم و با این زبان خیلی آسان و آزاد ما همراه اون کس نقش آفرینی میکنیم. نمایشنامه با فوجه انجام مییابد و هنرپیشه ها با مهارت بلند درد و غم و شادی و خوشحالی را در یک نمایشنامه نشان دادند. آدمیان شاخه و برگی همان کین همه از یک تنه آدمند، آدمیان زنده به هم دیگرند، دست و دل و دیده و پای و سرند. جمله برادر به هم و خواهریم که این همه از یک پدر و مادریم. مؤلفان عظیم امینوف، کارگردان ظفر جوادوف، آهنگساز دولت نظری و دیگر هنرپیشه ها، رسامان، آرایشگران در این نمایشنامه نقش خود را گذاشتند. از میان آنها که هنرپیشه شایسته تاجیکستان زبونیستان مرادوف و قهرمان برنامه نقش انتخاب گردیده بود، بحر هنرش، استعدادش و تشریفش به این برنامه اظهار مینداری میکنیم. خوب شد که برای معرفی کردن این برنامه شما به تئاتر ما تشریف آوردید و گمان میکنم که مردم از این آگاهی مییابند و شاید خودشون بیایند به تئاتر و از این نمایش دیدن کنند. سلامت باشید. بگذار همیشه تئاتر توجیک معرفگری ملت توجیک باشد. بار دیگر صحتمند و سربلند باشید. تشکر. بینندگان گرامی، برنامه نقش بود. خیر، خوش باشید.